با درود خدمت همراهان عزیزم، من در این برنامه نتیجه تحقیقات در دانشگاه نبراسکای آمریکا در مورد تماشای پورن برای مردان جوان چه عواقبی داره رو براتون توضیح میدم. امیدوارم باعث بهتر شدن کیفیت زندگیمون بشه و شما رو راضی کنه. ۳۳۰ دانشجو با میانگین سنی 20 سال با شرکت در نظرسنجی دانشگاه نبراسکا مشخص کردند که اولین پورن که توسط این دانشجویان دیده شده در میانگین سنی 13 سالگی بوده. کمترین سن 5 سالگی و بالاترین 26 ساله بوده. آلیسا بایچمن رئیس این پروژه و همکارانش به این افراد یک ورقه حامل 46 سوال دادند تا آنها جواب دهند. این تحقیقات نشان داد کسانی که در سن کمتر پورنوگرافی دیدند به احتمال زیاد با اظهاراتی که تاکید بر تسلط مردانه دارند موافقند و میگویند وقتی مسئولیت با مردان است همه چیز بهتر پیش میره. و آنهایی که در سنین بالاتر پورنوگرافی دیدند ممکنه زندگی ولنگار به سبک پلی بوی، یعنی تمایل به تغییر شریک جنسی رو ترجیح داده و به بی‌قیدی در امور جنسی می‌انجامد. کریستینا ریچاردسون یکی از محققان این پروژه میگه این امر میتونه به این دلیل باشه که کسانی که پورن میدیدن اغلب در زندگی واقعی از رابطه جنسی لذت نمیبرن. به همین ترتیب کسانی که در سنین بالاتر پورن دیدن بیشتر از سکس در زندگی واقعی لذت میبرن. پیتر سدینگتون متخصص روانپزشکی جنسی میگه پورنوگرافی میتونه بر رفتارهای جنسی بسیاری از مردان جوان تأثیر بذاره. نتیجه این میتونه باشه که مردان جوان دیدگاه‌های جنسی از زده پیدا کنن که زمینه سازی بی‌مهارتی جنسیه. به عقیده خانم ریچاردسون پورن چیز مفیدی برای مردان نیست و آنها در باورهای سالمتر مردانگی با الگوهای بهتری نیاز دارن. یه چیزی میخوام به نوجوانها و جوانان عزیز بگم که پورنوگرافی چیز خوبی نیست، چون اعتیاد داره و از لذت در رابطه جنسی واقعی شما جلوگیری میکنه. سعی کنید آلوده این عروس هزار داماد نشید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.